سرخط خبرها. حمله به کاروان خودروهای معاون رئیس جمهوری افغانستان در کابل، امرالله صالح جان سالم به در برد. دست کم 10 غیر نظامی کشته شدند. آتش سوزی در بزرگترین اردوگاه پناهجویان یونان، 13,000 ساکن موریا در جزیره لسبوس آواره شدند. 8 ماه پس از ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه، کانادا شکایت خانواده‌های قربانیان را به وزارت خارجه ایران ابلاغ کرد. و مقابله با افزایش ابتلا به کرونا در انگلستان، از دوشنبه تجمع بیش از 6 نفر ممنوع می‌شود. سلام و عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، از یک حمله انفجاری در کابل جان سالم به در برد. در این حمله دست کم 10 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان گفته مواد انفجاری که در این حمله به کار رفت در یک گاری دستی جاسازی شده بود. گروه طالبان دست داشتن در این حمله را رد کرده. جزئیات بیشتر در گزارش روینه رحنوش. صبح پایتخت نشینان این گونه آغاز شد. منطقه تایمنی کابل بیشترین تلفات به غیر نظامیان وارد شده. دقایق پس از انفجار، امرالله صالح در یک پیام ویدیویی از کسانی که به خاطر حمله به او آسیب جانی و مالی دیدند عذرخواهی کرد. مبارزه ما ادامه داره و ما در خدمت مردم افغانستان هستم. ای آلت که امروز بالای ما صورت گرفت، قوای امنیتی ما هر ثانیه، هر دقیقه به خاطر دفاع از مردم ما، دفاع از ارزش‌ها، ای آلت اونا هر روز به تجربه می‌گیرن. شماری از مقام‌های دولتی و چهره‌های سیاسی از جمله محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری، و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه، همان سر صبح به دلجویی آقای صالح رفتند. ارگ ریاست جمهوری گفت حمله کار دشمنان صلح است که پیوسته به خشونت ادامه می دهند. اتحادیه اروپا و وزارت خارجه پاکستان این حمله را شدیداً تقبیح کردند. نزدیک به یک سال پیش هم آقای صالح که سرگرم مبارزات انتخاباتیش به عنوان معاون اول اشرف غنی بود، در حمله به دفترش در روند سبز سطحی زخمی شد. در آن حمله 2 نفر کشته و 23 نفر دیگر زخم برداشتند. مسئولیت انفجار امروز را هیچ گروه بدوش نگرفته. این رویداد در حال رخ داد که کابل هفته های نسبتاً امنی را پشت سر گذاشت. اکنون برخی باور دارند این حمله می تواند روی روند صلح تأثیر بگذارد. در حال حاضر همه چشم به راه آغاز اولین مذاکرات مستقیم دولت و طالبان در دوحه قطر هستند که در جریان 2 هفته گذشته بارها به خاطر رها نشدن تنها 6 زندانی طالبان و تأخیر افتاده. اما حالا گفته میشه که این اتفاق مهم سرانجام هفته آینده برای افغانستان رخ میده تا راه برای توقف حادثات مثل حمله امروز پیدا شود. روین رحنوش، بی بی سی، کابل. برای بحث بیشتر در این مورد محمد حیدری با ما هست، استاد روابط بین الملل از کابل. آقای حیدری، به نظر شما چه کسی پشت این حمله میتونه باشه و چرا امرالله صالح هدف قرار گرفته؟ تشکر. خب امرالله صالح برای مخالفین مسلح نظام از جمله شبکه حقانی و طالبان یک هدف مشروع است. شاید تنها سیاست مدار است در افغانستان که دیدگاه فوق العاده واضح، شفاف و روشن هم در قسمت مشکلات مرزی، هم در قسمت موقف پاکستان، هم در رابطه با طالبان داره. هرچند که ادبیات سیاسی حکومت افغانستان در قبال طالبان در 18 سال گذشته ناروشن بوده. گاهی مخالف سیاسی بوده، گاهی ظاهرا ارتباط
ارتباط ما قطع شد. با آقای حیدری تلاش خواهیم کرد در ادامه برنامه باز با او صحبت بکنیم. مطمئن نیستم که آیا آقای حیدری صدای ما رو میشنوه یا نه. نه صدای ما رو نمیشنوه، بنابراین ادامه میدیم. شاید در ادامه برنامه باز با او برگردیم. اما دو خبر کوتاه. بعد از انتقادهای بسیار به بازگشایی مدارس در ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری گفته آموزش حضوری اولویت دولت است، اما دانش آموزان مجبور نیستند در مدارس حاضر شوند. پیش از این هم محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش گفته بود حضور دانش آموزان در مدرسه الزامی نیست. بعد از بازگشایی مدارس تعدادی از نمایندگان مجلس وزیر آموزش و پرورش را به خاطر این تصمیم تهدید به استیضاح کرده بودند. وزارت خارجه سوئد در پاسخ به بی بی سی فارسی گفته سفارت سوئد در تهران درباره پرونده علی یونسی با مقام‌های ایرانی در ارتباط نبوده. دیروز رضا یونسی، برادر علی یونسی، دانشجوی بازداشت شده دانشگاه صنعتی شریف، در توییترش اعلام کرد برادر او و امیر حسین مرادی برای اعتراف اجباری تحت فشارند. او گفته بود بازجویان احتمالاً با هدف گرفتن اعتراف وانمود کردند که مقدمات ملاقات برادرش با سفیر سوئد در تهران را فراهم می‌کنند. از همین سه ارتباطمون دوباره با آقای حیدری برقرار شده. آقای حیدری، شما عملاً طالبان رو محکوم کردید و مسئول این حمله دونستید، در حالی که اونها میگن که این حمله رو انجام ندادن و همزمان هم زندانیانشون آزاد شدن، قرار هست مذاکرات صلح شروع بشه. چرا در این چنین شرایطی باید این کار رو انجام بدن؟ خب در جریان هستیم که طالبان یک دست نیست. نفس تغییر هیئت مذاکره کننده در آستانه شروع مذاکرات بین الافغانی و کنار زدن ملا برادر از رأس هیئت طالبان و آستانگزای بیانگری هستند که طالبان یک گروه یک دست نیستند. حتی گزارش های وجود داره که گروه سیاسی و قشر نظامی طالبان با همدیگر دچار اختلاف دیدگاه هستند. بخش نظامی طالبان یک تعدادشان با القاعده و حتی گفته میشه یک تعدادشان با داعش هم در ارتباط هستند. روی این جهت است که پروسه صلح افغانستان هم تخریب کنندگان در او طرف جبهه داره. اگر ما یک بحث زلی مطرح بکنیم، هم در درون افغانستان داره، هم در بین طالبان داره و هم ایالات متحده آمریکا تابع شرایط خاص خودش هست. روی این جهت من فکر میکنم که در بین طالبان دیدگاه واحد مبنی بر ادامه گفتگوها و آغاز گفتگوهای بین الافغانی وجود نداره و همین دلیل هست که آقای امرالله صالح هدف قرار میگیره، مذاکرات بین الافغانی آغاز نمیشه. و البته که گفته شده که مذاکرات بین افغانی قرار هست که هفته آینده شروع بشه. چقدر خوشبینید به این مسئله؟ خب ما در نهاد به نام شورای عالی صلح کار کردیم، تجربه ای را داریم. ما حتی 8 سال قبل هم گفته می شد که گفتگوها آغاز میشه. تا به امروز ما شاهد آغاز گفتگوهای بین الافغانی نبودیم. من هنوز به دید تردید نگاه میکنم که گفتگوهای بین الافغانی آغاز شوه، چون مشکلات خاص خودش داره، مشکلات فنی داره، مشکلات تکنیکی داره. پاکستان هم وضعیت دیده باز برای طالبان مشورت میده که آیا گفتگوهای بین الافغانی آغاز بشه یا خیر. عملا هم بازنده اصلی دولت افغانستان خواهد بود اگر این مذاکرات قرار باشه شروع نشه. هر دو طرف، هم حکومت افغانستان بازنده است، هم جامعه جهانی. البته حکومت افغانستان به درخواست ایالات متحده آمریکا تمام مواد مندرج در توافقنامه قطر رعایت کردن و به او عمل کردن، زندانیان طالب را هم رها کردن. ولی این طالب است که باید به تعهدات بین المللی خودش عمل بکنه که تا به حال نکرده. اگر چنین نشه بازنده ای دو تا کشور است، یکی ایالات متحده آمریکا است و یکی هم حکومت افغانستان، بله بدون شک بازنده خواهد باشه. ممنونم از شما آقای حیدری. محمد حیدری، استاد روابط بین الملل از کابل با ما. اما در بزرگترین اردوگاه پناهجویان در یونان در پی آتش سوزی کاملا تخریب شده، 13,000 پناهجوی اردوگاه موریا که 70% اونها اهل افغانستان هستند آواره شدند. هفته گذشته اردوگاه به دلیل گزارش موارد ابتلا به کرونا قرنطینه شد. پناهجویان به بی بی سی فارسی گفتند که آتش سوزی در پی درگیری با نیروهای یونانی بر سر قرنطینه این اردوگاه رخ داده. پرهام قبادی گزارش میده. اینجا رو میبینید، مشاهده میکنید کاملا خاکستر شده. اردوگاهی که قرار بود خانه موقت پناهجویان باشد، حالا در آتش به تلی از خاکستر بدل شده. اینجا کمپ موریا در جزیره لسبوس یونان است، جایی که پناهجویان به آن نام جهنم موریا را دادند. از دیشب تا حالا
همچنان در حال سوختن هست. یعنی نگران آتشی را نگاه می‌کنند که هنوز کامل مهار نشده و بالای سرشان هلیکوپتر اطفای حریق در پرواز. صحنه‌های آخر زمانی که پناهجویان آن را زندگی می‌کنند. یک سال نیمه که ما اینجا هستیم در بدر خاک هستیم. در کمپی که 70% ساکنانش اهل افغانستانند و 4 برابر ظرفیتش در آن پناهجو اسکان داده شده. روی بر یورولی و آتش گرفته. آتش دیشب به جان اردوگاه افتاد. پناهجویان در حال فرار از سرپناه موقتشان. 13,000 ساکن موریا دوباره آواره شدند. آوارگی در آوارگی. 25 آتش نشان در 10 ماشین آتش نشانی اعزام شد. چند نفر از پناهجویان به بی بی سی فارسی گفتند که در درگیری با نیروهای یونانی این اتفاق رخ داده. اما آنها تقصیر را گردن راستای افراطی یونان می‌اندازند. کسانی که به حضور پناهجویان معترضند. دیشب هم استارتی بود واسه این که خون مردم دیگه به جوش اومده بود. سالیان سال تقریبا 1 سال 2 سال مردم اینجا سرگردون منتظر یه مصاحبه اصلی. آخرام جواب مصاحبه اصلی میاد رد، قبول نمیشی. اردوگاه موریا هفته پیش قرنطینه شد بعد از آنکه یک مهاجر اهل سومالی نتیجه آزمایش کرونایش مثبت اعلام شد. یونان میگوید حالا موارد ابتلا به 35 نفر رسیده، کسانی که حالا از آنها خبری نیست و این یعنی احتمال پخش شدن بیماری. پناهجویان اما میگویند شیوع کرونا در اردوگاه شایعه بود و آنها به قرنطینه شدن خانواده هایشان اعتراض داشتند. بدون هیچ دلیلی یهو تو کمپ گفتن کار ویروس کرونا اومده و شما باید قرنطینه بشید و بلوش 2000 تست گرفتن از همه. بعد علیکی نمیدونم بعد از یه نصف روز کاریولوژی 6-7 ساعت گفتن که 17 نفرتون کرونا دارید و در هر خیمه میرفتن کل خیمه رو جمع میکردن که شما کرونا دارید. آخه با کدوم دلیل، با کدوم مدرک، با کدوم دکتر؟ تو کمپی که وحشتناکترین کمپ دنیا است اصلا دکتری وجود نداره. اردوگاه موریا با آتش سوزی بیگانه نیست. سال پیش هم آتش جان یک زن افغان را گرفت. این بار اتحادیه اروپا قول داده 400 کودک بی سرپرست را به سرزمین اصلی یونان منتقل کند. اما هنوز تکلیف هزاران پناهجوی دیگر نامعلوم است. پرهام قبادی، بی بی سی. روزنامه نشنال پست در کانادا گزارش داده دولت این کشور پس از 8 ماه تأخیر به طور رسمی به اطلاع مقام‌های تهران رسانده که 2 پرونده قضایی علیه ایران به خاطر ساقط کردن پرواز هواپیمایی اوکراین تشکیل شده. هر 2 پرونده حدود 8 ماه پیش بر اساس شکایت خانواده‌های قربانیان در دادگاه‌های کانادا تشکیل شدند. وکیل یکی از این پرونده‌ها جمهوری اسلامی را به خاطر کشتن 176 مسافر این هواپیما به اقدام تروریستی متهم کرده. بهمن کرباسی همکارم از نیویورک با ما هست. بهمن، کمی از جزئیات این پرونده ها برای ما بگو. چرا 2 پرونده؟ شکایت های مختلفی وجود داره. این 2 وکیل تا اونجایی که من میدونم با یکیشون 1-2 ساعت پیش صحبت کردم میگفت که فقط یکی از اعضای خانواده ها رو نمایندگی میکنه، اون وکیل دیگه هم 1 یا 2 نفر رو نمایندگی میکنه و شکایت های دیگری هم رو خانواده ها به صورت هماهنگ و در مواردی به صورت فردی پیگیر هستن انجام بدن، چه مثلا در سوئد، چه در کانادا، چه در با فشار گذاشتن روی دولت کانادا برای اینکه اونها رو مجاب بکنن که مستقلا از امکانات بین المللی برای طرح شکایت استفاده کنن. در اینجا اینها همه شکایت هایی است که به صورت موازی داره پیش میره. اینجا در این 2 موردی که الان گزارش شده که دولت کانادا بر اساس قوانین باید اطلاع بده به دولتی که در کشورش علیهش طرح دعوا شده، در مورد این 2 شکایت علت تفاوتش این است که یکی میگوید که متهم میکند که ایران رو به اقدام تروریستی و اینکه آمدانه بوده این کار، در واقع معناش احتمالاً این است، و دومی به خاطر اینکه دقت نکرده در استفاده از نیروی ضد دفاع ضد هواییش. در نتیجه اینها اتهامات متفاوتی رو دارن میزنن و وکلا هم کسان متفاوتی، خانواده‌های متفاوتی رو نمایندگی میکنن. به همین جهت در این مرحله است که این شکایت ها طرح بشه و مرحله قانونی اطلاع رسانی به کسی که متهم هست اینجا در اینجا دولت جمهوری اسلامی هم طی شده با خبر رسانی یا اطلاع رسانی که حالا دولت کانادا، معاون وزارت خارجه کانادا گفته است که ما به مقام های ایران گفته ایم این ماجرا رو اطلاع دادیم. حالا وارد یه مرحله می شود که قاضی باید تصمیم بگیرد که تمامی این شکایت های جداگانه رو آیا می شود و باید
مشترکشون کرد و اون وقت است که دیگر خانواده ها هم اگر علاقه من باشن میتونن بهش بپیوندن. اتفاقا همین چند دقیقه پیش با یکی از اعضای خانواده که عضو انجمن خانواده هم هست صحبت کردم، گفت من نپیوستم ولی میدونم یکی دو نفر پیوستن و همه ما داریم راههای قانونی مختلف رو بررسی میکنیم ببینیم کدومش ممکن است. آیا این وکلا به تو اشاره کردن در مورد اینکه راهی برای پیوستن خانواده هایی که تابعیت دیگر کشورها غیر از کانادا رو هم دارند به این پرونده وجود داره یا نه؟ در این مورد باید کسانی باشن که در کانادا زندگی میکنن، یا تابع باشن یا مقیم کانادا باشن. کشورهای دیگه، کسانی که مقیم اون کشورها باشن، باید در سیستم قضایی خود اون کشور طرح دعوا بکنن. ولی پرسش اساسی که اینجا مطرحه این است که چگونه میتونه به نتیجه برسه. یک سری مسئولیت هایی که برای دولت ایران وجود داشت با تغییر قوانینی که میگوید اگر کشوری به تروریسم متهم شده باشه اون مسئولیت ها رو نخواهد داشت، کاهش بده کرده. به همین دلیل هم همین وکیلی که باش صحبت کردم در پرونده دیگری موفق شد که نزدیک 30 میلیون دلار اموال ایران رو از جمله یک دفتر مرکز فرهنگی ایران در پایتخت کانادا رو مصادره بکنه در سالهای گذشته. در نتیجه اونها مسیری که دارن میرن همین این است که دولت ایران رو متهم به تروریسم بکنن و سعی کنن اگر اموالی داشته باشه اونها رو مصادره بکنن. غیر از این مسئله پیامدهای دیگه‌ای هم برای دولت ایران میتونه داشته باشه؟ به نظر میاد که هم پرونده قبلی هم فعلی تمرکزش بر گرفتن غرامت هست. ممنونم ازت بهمن. بهمن کباسی همکارم از نیویورک با ما. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای ما این روز. امرالله صالح معاون رئیس جمهوری افغانستان از سوء قصد در کابل جان سالم به در برد. 10 غیر نظامی در این حمله کشته شدند. موریا، بزرگترین اردوگاه موقت پناهجویان در جزیره لزبوس یونان، در آتش سوخت. در ادامه این برنامه، ممنوعیت تجمع بیش از 6 نفر در انگلستان برای مقابله با شیوع کرونا. پدر و مادر نوید، وحید و حبیب افکاری در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، گفتند آثار ضرب و جهر روی بدن فرزندشان هست و از او خواستند آنها را به پزشکی قانونی بفرستد. آنها همچنین از انتقال فرزندانشان به زندان انفرادی به شدت ابراز نگرانی کردند. نوید افکاری در ارتباط با اعتراض‌های مرداد 97 در شیراز به اتهام قتل و محاربه محاکمه و به قصاص و اعدام محکوم شده. دو برادر او هم به 54 و 27 سال زندان محکوم شدند. خانواده افکاری میگوید این احکام بر اساس اعترافاتی صادر شده که تحت شکنجه از برادران افکاری گرفته شده. ساعت پیش همکارم مریم افشنگ درباره درخواست پدر و مادر برادران افکاری توضیح داد. پدر و مادر این سه برادر افکاری اولین خواستشون اینه که به سرعت پسرشون به پزشکی قانونی برن تا آثار ضرب و شتمی که متوجه شدن از روز یک شنبه که تماسی داشتن 30 ثانیه‌ای با نوید و در اون تماس فقط بهشون گفته که به بند ارشاد زندان عادل‌آباد منتقل شدن هر سه نفر. یعنی ضرب و شتم جدید هست؟ جدید هست و از زمانی هست که رسانه ها شروع کردن، یعنی صداهایی به دست رسانه ها رسید از شکنجه هایی که این سه برادر شدن و از زندان صداهایی ازشون به دست ما رسید. الان این سه نفر منتقل شدن به بند ارشاد زندان عادل‌آباد و در اون 30 ثانیه نوید از پدر مادرش خواسته که به سرعت تلاش کنن که اینا رو بفرستن پزشکی قانونی تا این آثار مونده. پدر مادر در این نامه خواستار رسیدگی مجدد پرونده شدن، خواستار رسیدگی به اظهارات سه پسرشون شدن درباره بدرفتاری و نحوه گرفتن اقرار و اعتراف و بعد باز گفتن که این سه پسر برای این اعترافات تحت فشار شدید و بارها شکنجه شدن و تحت فشار بودن. چیزی که ما میدونیم، من دقایق قبل از اینکه بیام اینجا با یکی از اعضای خانواده صحبت کردم، باز خانواده به شدت نگران هستن. یعنی حتی میگفتن که ما الان نمیدونیم که آیا نوید زنده هست یا نه، به این دلیل که از روز یک شنبه و اون
تلفن 30 ثانیه‌ای تا امروز که چهارشنبه هست هیچ خبری نداریم، هیچ گونه اطلاع رسانی از وضعیت این سه برادر به خانواده نشده و اینها تنها خواستشون اینه که اینا به پزشکی قانونی فرستاده شن و بعد خبری از این سه نفر داشته باشن، به اضافه اینکه خانواده همچنان تحت فشارن که اطلاع رسانی نکنن و نگن که وضعیت برادرها چطور هست. و یک ویدئوی هم چند روز پیش از تلویزیون ایران پخش شد که عملا بدتر گفته شد، سوال‌ها رو بیشتر کرده و دامن زده به سوال‌هایی که یا ابهاماتی که در مورد این پرونده وجود داره. کمی در مورد پیشینه این پرونده بهمون بگو و اینکه سوال‌ها در موردش چیه. ببین، سوالات همچنان در واقع روی میز هست، به این دلیل که برنامه که 23 پخش کرد هم جوابی نداد. ما صدایی داشتیم از دادگاه که در اون نوید افکاری بارها از قاضی میخواست که ویدیویی که ضبط شده در دوربین مدار بسته همون محله رو پخش کنه، ویدیویی که گویا در واقع در پرونده گفته میشه که صحنه قتل هست. برنامه 23 ویدیویی پخش میکنه که فقط ما نوید افکاری رو میبینیم که با موبایل در یه پیاده روی در حال راه رفتنه و صحنه قتل ما چیزی نمیبینیم. در برنامه 23 اشاره میشه که حمید رضا جمشیدی اردکانی که وکیل تسخیری بوده ادعای شکنجه رو رد میکنه، در حالی که آقای پاکنیا، بابک پاکنیا که وکیل دادگستری هست، در توییتی نوشته که این خانواده از در واقع این وکیل شکایت کردن و اون شکایت هم به نتیجه نرسیده تا حالا. مریم افشنگ بود. یک عضو پارلمان نروژ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو برای جایزه صلح نوبل سال 2021 پیشنهاد کرده. آقای ترامپ به دلیل تلاش برای برقراری صلح میان اسرائیل و امارات متحده عربی که اخیراً توافقی برای عادی‌سازی روابطشان امضا کردند، از سوی این عضو پارلمان نروژ شایسته دریافت جایزه صلح نوبل شناخته شده. در سال 2018 هم همین نماینده پارلمان نروژ آقای ترامپ را کاندیدای دریافت جایزه صلح نوبل کرده بود. آخرین رهبر فعال مخالفان دولت بلاروس که داخل این کشور مانده بود دستگیر شد. گزارش شده ماموران نقابدار با لباس شخصی ماکسیم زنک را از دفتر کارش به مکانی نامعلوم بردند. وکیل او گفته از آقای زنک درباره تلاش احتمالی او برای به خطر انداختن امنیت کشور بازجویی شده. سویتلانا الکسویچ، برنده جایزه نوبل ادبیات، تنها عضو اصلی شورای هماهنگی معترضان است که هنوز زندانی یا تبعید نشده. او که در قرنطینه خودخواسته است، اتهام مقام‌های بلاروس درباره طراحی کودتا را رد کرده. مرحله سوم و نهایی آزمایش واکسن کرونا در دانشگاه آکسفورد به خاطر احتمال بروز عوارض جانبی در یکی از افراد مورد آزمایش به طور موقت متوقف شد. دانشگاه آکسفورد و شرکت داروسازی آسترازنکا که در حال تهیه این واکسن هستند گفتند فردی که واکسن روی او آزمایش شده بود در بیمارستان است و تحقیقات مستقل درباره اینکه آیا بیماری به واکسن مربوط بوده یا نه روی او انجام می شود. از سال 2024 فیلم‌هایی که نامزد دریافت جایزه اسکار می‌شوند باید مطابق با استانداردهای جدید تنوع نژادی، جنسی و جنسیتی باشند. آکادمی اسکار دستورالعمل جدیدی منتشر کرده که بر اساس آن باید تعدادی از بازیگران، عوامل پشت صحنه و کارکنان فیلم‌ها از سیاه‌پوستان، زنان، دگرباشان و افراد دارای معلولیت باشند. از جوایز اسکار به خاطر اینکه سفیدپوستان بیشترین سهم را از آن دارند انتقاد شده. به دنبال افزایش شدید موارد ابتلا به ویروس کرونا در انگلستان، دولت تجمع بیش از 6 نفر را از دوشنبه ممنوع اعلام کرده. به گفته وزیر بهداشت، مدارس، ادارات، مراسم عروسی، تشییع جنازه و مسابقات ورزشی از این مقررات مستثنا خواهند بود. دولت میگوید خاطیان ممکن است با جریمه نقدی بین 100 تا 3200 پوند مواجه شوند. باران عباسی گزارش می‌دهد. لندن، بیمارستان UCL، تخت‌های مخصوص بیماران کرونا اینجا هفته هاست که خالی مانده. تضادی چشمگیر با چند ماه پیش هنگام اوج بیماری، اما نگرانی از بازگشت آن روزها دوباره بالا گرفته. تا جایی که در سراسر انگلستان محدودیت‌های جدیدی اعلام شده.
ممنوعیت اجتماع بیشتر از 6 نفر هم در فضاهای بسته و هم در فضاهای باز از دوشنبه آینده. مقررات جدید خیلی ساده هستن. بعضی ازشون معاف شدن، مثل مدارس، چون میخوایم آموزش ادامه پیدا کنه. همچنین اداره ها، چرا که همین حالا هم مقرراتی برای محافظت در مقابل کووید دارن و برای مراسم خاصی مثل ازدواج، تدفین یا غسل تعمید. نگاهی به شمار موارد تایید شده بیماران علت نگرانی ها را نشان می دهد. موارد ابتلا در روزهای گذشته نسبت به اواسط ماه ژوئیه 4 برابر شده. این گراف نشان می دهد بیشتر مبتلایان در رده های سنی 20 و 30 ساله هستند. کسانی که در خانه یا فضاهای باز در گروه های بزرگ بدون رعایت فاصله فیزیکی دور هم جمع می شوند. بیمارانی که لزوماً کارشان به بخش مراقبت‌های ویژه نمی‌کشد، اما خطری جدی برای افراد آسیب‌پذیرتر هستند. همیشه در زمستان شاهد افزایش شمار بیمارانی هستیم که دچار عفونت‌های تنفسی شدند، اما نگرانیم که افراد مسن‌تر و کسانی که بیماری‌های دیگه‌ای هم دارند ویروس رو بگیرن و سر از بیمارستان در بیارن. محدودیت‌ها در بعضی نقاط انگلستان از این هم بیشتر است، از جمله اینجا در شهر بولتون در شمال غرب کشور. رستوران‌ها و بارها باید تا قبل از ساعت 10 شب تعطیل کنند و مشتریان تنها می‌توانند غذا برای بردن سفارش دهند. شمار مبتلایان افزایش پیدا کرده. می‌دونیم کشورهای دیگه که همین تجربه رو داشتن ولی اقدامی نکردند، شاهد موج دوم کرونا و بالا رفتن تعداد بیماران بستری در بیمارستان‌ها و همینطور مرگ و میر بودند. More hospitalizations and more deaths. Wash your hands. پیام دولت بریتانیا مخصوصاً برای جوان‌ترها، پیامی که در دور جدیدی از آگهی‌های تبلیغاتی هم پررنگ‌تر شده. اینکه ویروس همچنان همه جا در اطراف ماست. خطر ابتلا جدی است و تا چند هفته دیگر تخت‌های خالی بیمارستان‌ها ممکن است چهره دیگری به خود بگیرند. باران عباسی، بی بی سی. شوی زندگی کارداشیان ها سال آینده بعد از 14 سال پخشش به پایان میرسه. این برنامه تلویزیونی یکی از بزرگترین شوهای واقع نما یا ریالیتی شوهای آمریکاست. این شو زندگی کیم کارداشیان و خواهرانش رو نشون میده و اونها رو به ستاره های بین‌المللی و پول دار تبدیل کرده که در شبکه های اجتماعی میلیون ها دنبال کننده دارند. ممنون که در این بخش خبری همراه ما بودید. تا دقایقی دیگه با خلاصه خبرها با شما خواهد بود.